همیشه برای مردم جالب بوده که نظر خارجی‌ها رو در مورد کشورشون بدونن. تو این برنامه می‌خوایم نظر چند تا از سرشناسان دنیا رو در مورد امام خمینی با هم بخونیم. پس تا آخر این برنامه همراه ما باشید. نفر اول آقای کیسینجر، دیپلمات معروف آمریکایی، مشاور اسبق امنیت ملی ایالات متحده آمریکاست. آقای کیسینجر در مورد امام خمینی میگه که آیت الله خمینی غرب را با بحران جدی برنامه‌ریزی مواجه کرد. او با معیارهای دیگری غیر از معیارهای شناخته شده در دنیا سخن میگفت و عمل میکرد. نفر دوم پاپ ژان پل دوم. ایشون میگه که درباره آنچه آیت الله خمینی در کشورش و در بخش وسیعی از جهان انجام داده با احترامی عظیم و تفکری عمیق باید اظهار نظر کرد. نفر بعدی نلسون ماندلا، رئیس جمهور سابق آفریقای جنوبی، قهرمان مبارزه با نژاد پرستی آپارتاید. ایشون در مورد امام میگه که امام خمینی فرزند مشهور اسلام بود. او در امر نشان دادن راه درست به نسل‌های حاضر و آینده مسلمانان سهم بسزایی داشته است. حرف آقای ماندلا واقعا درسته. امام خمینی یکی از کارهای مهمی که کرد و تا به امروز ادامه داره اینه که مردم مخصوصا مسلمانان رو دعوت به دفاع از فلسطین کرد. چون امام خمینی میدونست که یکی از مهمترین کارها در مقابله با استکبار اینه که از فلسطین دفاع کنیم. ایشون مردم رو دعوت کرد و تا امروز راهش ادامه داره. نفر چهارم میخائیل گورباچوف، رهبر شوروی سابقه. ایشون میگه که او یعنی امام خمینی فراتر از زمان میاندیشید و در بعد مکان نمیگنجید. او توانست اثر بزرگی در تاریخ جهان بر جای بگذارد. جالب زمانی که کسی اصلا فکرش هم نمیکرد شوروی سقوط کنه، امام خمینی پیشبینی کرد سقوط شوروی و بعد از چند سال محقق هم شد. نفر بعدی خانوم بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان. ایشون در مورد امام میگه که پیام‌های امام خمینی در آینده نیز چراغ هدایت مسلمانان است و ملت‌های مسلمان در آینده نیز از پرتاب نورانی افکار و اندیشه‌های والای حضرت امام استفاده خواهند کرد. و مورد آخر نویسنده مشهور مصری. ایشون میگه که امام خمینی مردی بزرگ بود که از دورانی دیگر آمده بود. واقعا هم امام مرد بزرگی بود، کسی که میتونه کاری انجام بده که جهان رو تکون بده و یه تنه در مقابل قدرت‌های جهانی مثل شوروی و امریکا و انگلیس بیسته و جامعه رو همراه خودش کنه. واقعا شخصیت بزرگی باید داشته باشه. دمتون گرم تا اینجا با ما همراه بودید. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید، ما رو دنبال کنید، برنامه‌های بعدی ما رو از دست ندید و اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً لایک کنید. لایک شما باعث میشه که این برنامه به افراد بیشتری پیشنهاد بشه و بیشتر دیده بشه. تا برنامه بعد، یا علی، خدا نگهدار.